به نام خدا و با عرض سلام و شام بخیر. اولین بخش خبرهای شامگاهی رو پی میگیریم. اما در آغاز سرخط این مجموعه. مهار ناامنی ها در گرو تصمیم علما. رئیس مجلس سنا میگوید اگر علمای دینی در امر مهار بدامنی ها تصمیم بگیرند 80% ناامنی ها فروکش میکند. هشدار روسیه از حضور گروه داعش در سمت شمال. رئیس استخبارات روسیه میگوید تجمع گروه داعش در شمال افغانستان خطر حمله بر کشورهای آسیای میانه را بیشتر ساخته است. و خوشبینی آمریکا نسبت به حل بحران سوریه. وزیر خارجه آمریکا نسبت به موفقیت نسبی اجلاس بین المللی حل بحران سوریه ابراز خوشبینی محتاطانه کرده است. امروز پنجشنبه هفتم عقرب سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 29 اکتبر سال 2015 میلادی. مجموعه خبری 53 با من محمد سجاد یاسا. رئیس مجلس سنا با تاکید بر نقش علما در جامعه از علمای کشور خواست جلو تبلیغات سوء دشمنان مردم افغانستان را بگیرند. به گفته او اگر علمای دینی در امر مهار ناامنی ها در کشور تصمیم جدی بگیرند 80% ناامنی ها فروکش می کند. در همین حال معاون دوم مجلس نمایندگان می گوید که دشمنان مردم افغانستان می خواهند اختلاف های مذهبی، قومی و زبانی را دامن بزنند. شرح بیشتر از وزیق الله عظیمی. بیش از یک دهه است که مردم افغانستان قربانی جنگ و خشونت می شوند. گروه های مخالف حکومت همه روزه به بهانه های متفاوت از مردم قربانی می گیرند و از دین به عنوان ابزار برای تبلیغ استفاده می کنند. جامعه جهانی که در رأس آن آمریکا قرار دارد به بهانه خشکانیدن لانه های هراس افغانی به افغانستان آمدند و با هزینه های کلانی نتوانستند جلوی افرادگرایی در کشور را بگیرند. با حضور نیروهای خارجی در افغانستان بدامانه های بدامنی های کشور افزوده شد و گروه های مخالف هم اعلام کردند که تا باقی ماندن یک سرباز خارجی در افغانستان می جنگند. رئیس مجلس سنا که در همایش 19مین در گذشت سید علی بهشتی در کابل صحبت می کرد نقش علما در آوردن ثبات در افغانستان را با اهمیت می خواند و تاکید می کند که علمای دینی مسئولیت دارند تا جلو تبلیغات دشمنان مردم افغانستان را بگیرند. به گفته او در حال حاضر گروه های مخالف از دین به عنوان وسیله در امر کشتن مردم افغانستان استفاده می کنند. اگر علمای دینی ما چی تشیع هستند و چی سنی همه مسلمان هستند پایان بتن از منبر علیه امو کسایی که مردم ما را می کشند اطمینان می تیم به شما که 80% مشکل ما شما از طریق ملت حل می شند مشکلات نامنی ما به خاطر که امرای طالب کی است؟ طالب امروز با یک قوم تعلق ندارد. خب بچه شما و بچه ما و بچه کاکا و بچه مامای ما شما است. رهبریش به دست آیسا است. در این حال مشاور حقوقی رئیس جمهور می گوید که اگر عالمان دین در انجام رسالتشان درست عمل می کردند امروز مسلمان مسلمان را تکفیر نمی کرد. پس ای که دین وسیله قرار می گیرد و حربه کوبیدن خود مؤمن و مسلمان قرار میگیره به این معناست که با تأسف فراوان عالم دینی در انجام رسالت خودش موفق نبوده است. چون اگر عالم دینی در انجام رسالت موفق می بود امروز مسلمان مسلمان را تکفیر نمی کرد و خون مسلمان را مباح و حلال نمی دانست. از سوی معاون دومی مجلس نمایندگان می گوید که دشمنان مردم افغانستان می خواهند اختلاف های مذهبی قومی و زبانی را دامن بزنند و همچنان از علمای دینی خواست جلوی تبلیغات دشمن را بگیرند. دشمن تا ما پیغام داده چه افغانان یهودی منگ یه واحد ملتیو او همیشه ما دشمن پا وحدت مات کرده بیا هم اس نوع دشمن چه آقا دی داعش پر آمده آقا غواری سی پا افغانستان که دی دو ورونو تربنزا بی اتفاقی یا دی سنی یا شویا مسئله را افسیر کی اما ورته پیغام ده چې جنگ شویا سره جنگ سنی سره جنگ ده من دواړه یو
منگی صبح نسی جدا کولای. این در حال است که رئیس مجلس سنای کشور با نگرانی جدی از وضعیت بدامنیتی و ظهور گروه جدید به نام داعش از مردم خواست در برابر تهدیدهای این گروه بسیج شوند. شماری از عالمان دین بر وحدت و یکپارچگی میان مردم افغانستان تاکید میکنند. این عالمان دین میگویند که در شرایط کنونی نیاز است تا شهروندان یکپارچه باشند. این عالمان دین در همین حال از دولت خواستند که به بخش تعلیمات اسلامی توجه بیشتر کند. شرح بیشتر از وثیق الله عظیمی. اگر درس ما درس قرآن بود دل ما پر از نور این. شماری از عالمان دین اینجا به خاطر گذاشتن دستار فضیلت بر سر شماری از حافظان قرآن کریم در دارالحفاظ حضرت عمر ابن خطاب در کابل گرد هم آمدند. مسئولان دارالحفاظ حضرت عمر ابن خطاب با تاکید بر حمایت دولت از تعلیمات اسلامی در کشور میگویند که از این دور بیش از 60 تن حافظان قرآن کریم دستار فضیلت را بر سر کردند. مسئولان دارالحفاظ عمر ابن خطاب در این حال از کم توجهی دولت به تعلیمات اسلامی در کشور انتقاد میکنند و میگویند که نبود امکانات برای آموزش های اسلامی در کشور سبب شده است تا سرانه شمار زیاد جوانان از کشور به بهانه فراگیری علوم به کشورهای خارجی بروند. حدیث صحیح از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم روایت است که فرزندانی که قاری قرآن میشن، یعنی کتاب خدا را حفظ میکنن، بابا با کتاب پروردگار جل جلاله چنانچه که بران عمل است بران موافق بران عمل میکنند، یعنی ترسی از پروردگارشان بعد از حفظ قرآن دارن، اجتناب میکنن از نواهی. مسلمانای عزیز، در روز قیامت الله تعالی جل جلاله با سر پدر و مادر و والدین فرزندان عزیزشان الله تعالی تاجی را بر سرشان می نهد که او از دانه های بسیار ارزنده و بیش قیمت است. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد کردد که ای مسلمان، کسی که خارج می شود به خاطر حفظ قرآن، تعلیم دین، خدمت قرآن، ای روان از دمسیر جنت. چه خوش است برای شما که امروز در مسیر جنت قدم نهادید. در این حال شماری از عالمان دین که در این همایش حضور داشتند بر وحدت و یکپارچگی میان مردم افغانستان تاکید کردند. این عالمان دین میگویند که وحدت و یکپارچگی مردم به ویژه در شرایط کنونی حلال همه چالش ها است. فرد ما مکلفیت داریم در مقابل این دست هایی که دشمن ها به ما عرض میکنند، ما وحدت خود را نگاه بکنیم و مدارس خود را بیشتر کمک بکنیم، بیشتر کمکش بکنیم. چقدر که مدارس ما قوی بوده باشه، نانش خوب باشه، لباسش خوب باشه، استادش خوب باشه، فرشش خوب باشه، به امو اندازه ما میتونیم علمای بزرگ و با شخصیت و عظیم و که بتونه مقابله بکنن با استکبار جهانی در روز تربیتش بکنیم. انسان اگر انسان با افتخار است، اگر انسان خوب است، باید در زندگیش اینمی نامی را اختیار بکنه که عمرگونه باشه. حضرت عمر صاحب روزانه در خدمت مردم بود، شبانه میگشت کوچه به کوچه، میدید که آیا کدام مسلمان طفلکا مشکلات در این وطن نباشه. این در حال است که این عالمان دین همچنان کلباری از انتقاد را بر علیه دولت به ویژه در بخش حمایت حکومت از تعلیمات اسلامی را در سر دارند و جانب حکومت را به بی‌توجهی در این بخش متهم می‌سازند. به گفته آنان کم توجهی به بخش تعلیمات اسلامی در کشور سبب رفتن شمار زیادی از جوانان به کشورهای خارجی شده است. یکصد و هفت تن از مخالفان مصالح دولت در 24 ساعت گذشته کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخله با نشر خبرنامه گفته است که در جریان عملیات‌های مشترک پاکسازی نیروهای امنیتی کشور در 24 ساعت گذشته 59 مخالف مصالح دولت کشته و 48 تن دیگر آنان زخمی شدند. بر اساس این خبرنامه این عملیات‌ها در 11 ولایت کشور راه‌اندازی شده که در جریان آن مقدار جنگ‌افزار نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. نیروهای امنیتی کشور برای بازپسگیری ولسوالی در قدر ولایت تخار عملیات را آغاز کردند. این ولسوالی دیروز به تصرف مخالفان مصالح دولت درآمد.
همزمان با خبر سقوط ولسوالی در قط، نیروهای امنیتی کشور ولسوالی دشتارچی ولایت کندز را بعد از 2 سال از تصرف طالبان مسلح آزاد کردند. ولسوالی دشتارچی که با تاجکستان و ولایت تخار مرز مشترک دارد، بزرگترین و مهمترین مرکز طالبان به حساب می آمد. ریاست امنیت ملی از بازداشت یک گروه 3 نفری دهشت افغان در تخار خبر داده است. ریاست امنیت ملی با نشر اعلامیه گفته است این افراد وابسته به گروه طالبانند که یکی از آنان برای آموزش‌های نظامی با خصوص ساخت بمب ماین‌های کنار جاده و آموزش‌های مخابره توظیف شده بود. در اعلامیه گفته شده است افراد طالبان زمان بازداشت شدند که از ساحه دشتارچی ولایت کندز به ولایت تخار در حال فرار بودند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. رئیس استخبارات روسیه بار دیگر در مورد تهدید حملات طالبان و داعش به کشورهای آسیای میانه هشدار داده است. رئیس اداره استخبارات روسیه گفته است که تجمع گروه‌های طالبان که بعضی از آنها با گروه داعش وفاداری خود را اعلام کردند در شمال افغانستان خطر حمله را بر کشورهای آسیای میانه بیشتر ساخته است. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی با بجا دانستن نگرانی روسیه از حضور گروه‌های داعش در افغانستان میگویند که داعش میتواند در دراز مدت به یک خطر جدی علیه روسیه مبدل شود. شرح بیشتر از حضرت محمدی. رئیس سازمان استخباراتی روسیه با اشاره به افزایش ناامنی‌ها در شمال افغانستان تاکید کرده که احتمال نفوذ گروه توریستی از افغانستان به آسیای میانه وجود دارد. رئیس سازمان استخباراتی روسیه گفته است که تجمع گروه طالبان که بعضی از آنها با گروه داعش وفاداری خود را اعلام کردند در شمال افغانستان خطر حمله را بر کشورهای آسیای میانه بیشتر ساخته است. افغانستان با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در آسیای میانه سرحد مشترک دارد. از این سرحدات مقدار زیاد مواد مخدر افغانستان بر روسیه قاچاق می شود. ما شدیداً نگران هستیم که حضور گسترده داعش در شمال افغانستان امنیت جمهوری های سابق شوروی را تهدید می کند. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز گفته بود که وضعیت افغانستان بحرانی است و کشورهای آسیای میانه برای دفع حملات احتمالی شبه نظامیان باید آماده باشند. این نگرانی مقامات روسی در حال مطرح می شود که ولسوالی در قد ولایت تخار که با تاجیکستان هم مرز می باشد به دست طالبان سقوط کرده است. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی با بجا دانستن نگرانی روسیه در امر تجمع داعش در شمال افغانستان میگویند که داعش در دراز مدت میتواند به عنوان یک خطر جدی علیه روسیه و کشورهای آسیایی مبدل شود. داعش هدفش رسیدن به آسیای میانه هست و در آسیای میانه برای داعش ظرفیتی برای سربازگیری وجود داره و شما در جریان هستین که صدها نفر روسی فعلا در سوریه در کنار داعش میجنگند و برای کشور روسیه این خطر بسیار جدی هست. در همین حال رئیس مجلس سنا با نگرانی جدی از حضور گروه داعش در افغانستان و مداخله بی‌پرده پاکستان در امور داخلی کشور از مردم افغانستان خواست علیه پدیده به نام داعش بسیج شوند و به تهدیدات این گروه نقطه پایان بگذارند. پایان ما به حکومت و ملت چی است؟ که علیه دهیسه‌ها منظم شوند، منسجم شوند تا ملت ما دیگر رنج نکشن و از خوابی که امروز خواب استیم بیدار شویم و ملت ما از فقر و بیچارگی هر روز شما میبینید صدها و هزارها مردم و تقریبا لکها مردم ما بیرون میره. از ترس و حراس عمو گروه هایی که بیرون به نام داعش نو به ماجور شدن و منطقه و بالخصوص استخبارات همسایه گواندی به نام پاکستان ایسای او را تمویل میکنند. من دی داعش غوندې اسلام نه غواړو، هغه د اسلام په ضد عمل دی. په اسلام مبارک دین کې دا رقم ته عوامل نشته کوم چې داعش کوي. بیا هم له تاسو مشران نه ما هیله توقع دا ده چې د موږ خپل امنیتي سکتور یا موږ امنیتي ځواکونو ملکونو ته ماتې ورکړې نه یو ډلګویې ته. تاسو وګورئ چې د دې ډلګویې تر شا
بسته ملکونه ولاړو. زه بیا هم په خپل امنیتي سکتور افتخار کوم، په خپل علمای کرامو، په خپل ځوانانو. تاسو نه مې هیله توقع دا ده چې راځئ په وعدت سره دغه داعش دښمن ته، دا تور مخي دښمن ته په شریکه ماتې ورکو. در حال روسیه از تهدید داعش به کشورهای آسیایی نگرانی میکند که در حال حاضر این گروه در چند ولایت مشرقی افغانستان پایگاهی را ایجاد کرده و علیه نیروهای امنیتی میجنگند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد از ادامه همکاری های این سازمان با افغانستان خبر می‌دهد و از مردم افغانستان می‌خواهد با این سازمان همکار باشند. نماینده سازمان ملل متحد در همین حال جنگ و فقر را که دامنگیر کشورهای جهان است یک از چالش‌های جدی فراراه این سازمان عنوان می‌کند. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی از عملکرد سازمان ملل متحد در افغانستان به ویژه در 4 دهه اخیر ستایش می‌کنند. حفیظ الله سالنگی گزارش می‌دهد. سازمان ملل متحد توسط 51 کشور در سال 1945 تأسیس شد و جایگزین جامعه ملل گردید. عمدترین هدف این سازمان حفظ صلح و امنیت بین المللی گفته شده است. افغانستان نیز در سال 1946 عضویت سازمان ملل متحد را به دست آورد و در سال 1966 عبدالرحمن پژواک اولین سفیر و نماینده دائمی کشور در سازمان ملل متحد توظیف شد. حالا 70 سال از ایجاد سازمان ملل متحد می‌گذرد و این سازمان 60 سال در افغانستان فعالیت داشته است. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان با تاکید بر ادامه همکاری‌های این سازمان به افغانستان می‌گوید که جنگ و فقر هنوز هم مردم افغانستان را تهدید می‌کند. 60 سال از فعالیت ما در افغانستان می‌گذرد. ما در عرصه‌های مختلف برای مردم افغانستان کمک کرده ایم، اما هنوز هم مردم افغانستان را جنگ و فقر تهدید می‌کند. نماینده ویژه سازمان ملل جنگ و فقر در جهان را بزرگترین چالش فرارای سازمان ملل متحد می‌داند و می‌گوید که بدون همکاری مردم افغانستان این سازمان در افغانستان هیچ کاری کرده نمی‌تواند. سازمان ملل متحد بر همکاری‌های خود با مردم افغانستان پایبند می‌باشد، اما بدون همکاری مردم افغانستان این سازمان هیچ کاری در افغانستان کرده نمی‌تواند. در همین حال شماری از آگاهان عملکرد سازمان ملل متحد در افغانستان به ویژه در 4 دهه اخیر در کشور را قناعت بخش نمی دانند و می گویند که این سازمان در زمینه تأمین صلح در کشور عملکرد خوبی نداشته است. در بعض هرسا همکاری های کردن، اما از یعنی 3 دهه یا کمتر از 4 دهه به این طرف همکاریشان کمتر هست، خصوصا در ختم جنگ در افغانستان که باید در قسمتی که در قسمت ختم جنگ که ما روزانه چقدر شهید میتیم، چقدر مشکلات و یا ای که از دید دیپلماسی آنچی حکم میکنه دیپلماسی در سطح جهان حقوق دول اینجا توجهی درست دقیقی صورت نگرفته. یک بخش دیگری از این محفل نمایشگاه عکس است که بخش از فعالیت‌های سازمان ملل متحد در افغانستان را نشان می‌دهد. ما کاری که می‌کنیم در قسمت حفظ و مرمت بناهای تاریخی ما کار می‌کنیم که شما خبر دارین در افغانستان در این قسمت‌ها بسیار کم کار شده و این ساختمان یک ساختمان تاریخی است در شهر هرات است و تمویل شده از طرف استیت دیپارتمنت یا سفارت وزارت خارجه آمریکا که مدت کار ازی در حدود تقریبا 2 سال در بر می‌گیره و کار ازی نه تنها مرمت و استحکام کاشی هاست که خود ساختمان هم در اصل خود ترمیم و بهسازی شده است. در حالی از 70 سالگی سازمان ملل متحد در افغانستان تجلیل می شود که مردم افغانستان امروزه توسط ترورستان به نام های مختلف به همکاری سازمان های استخباراتی منطقه شهید می شوند. اما سازمان ملل متحد تا کنون در زمینه مداخله شماری از کشورها در افغانستان مور سکوت به لب زده است، چیزی که مردم افغانستان را در برابر کارکردهای این سازمان بی‌باور ساخته است.
مسئولان مرکز اجتماعی و رسانه‌ای کابل شماری از رسانه‌ها را به نقض قوانین رسانه‌ای متهم می‌سازند و بر عملی شدن قوانین رسانه‌ای در کشور تاکید می‌کنند. این مسئولان هشدار می‌دهند که اگر رسانه‌ها از قوانین رسانه‌ای فراتر عمل کنند و منافع ملی را در نظر نگیرند، این امر پیامد ناگوار به دنبال خواهد داشت. شرح بیشتر از امرالله احمدی. این پرسش همچنان پرسیدنی است که رسانه های کشور که مهمترین دستاوردهای یک دهه اخیر کشور گفته می شوند در قبال موضوع امنیت اجتماعی چه مسئولیت های دارند؟ آیا آنها به این وظیفه خطیرشان عمل کردند؟ اینجا در کابل فعالان رسانه‌ای شماری از رسانه ها را به نقض قوانین رسانه‌ای متهم می کنند و بر عملی شدن قوانین رسانه‌ای در کشور تاکید دارند. این مسئولان هشدار می‌دهند که اگر رسانه‌ها از قوانین رسانه‌ای فراتر عمل کنند و منافع ملی را در نظر نگیرند، این امر پیامد ناگواری به دنبال خواهد داشت. بسیار مسائل رسانه‌های ما متأسفانه تبدیل شده به تریبیون برای افراد و اشخاصی که به دلایل مختلف یا هدف سیاسی داره یا یک عقده شخصی داره، تبدیل شده به تریبیون برای کسایی که نفرت قومی در افغانستان دامن میزنند. این مسئولان همچنان حکومت را به بی‌توجهی در حل مشکلات رسانه‌ها متهم می‌کنند و بر از بین بردن فضای بی‌اعتمادی میان رسانه‌ها و حکومت تاکید دارند. یک دیوار بی‌اعتمادی بین رسانه‌ها و این وزارت وجود دارد. جدا از اینکه در مسائل مشکلات رسانه‌ها اینا هیچ کاری انجام نداده. مثلا رسانه سقوط می‌کنه، امکانات نداره، تهدید میشه و ای که دولت چه کارهایی میتونه در قبال یک خبرنگار انجام بده، ما تا هنوز واقعا شاهد کدام کارش نبودیم. در همین حال این مسئولان تاکید بر پوشش برنامه‌هایی میکنند که سبب رسیدن شهروندان به صلح شود. به گفته آنان تنها راه برون رفت از بحران کنونی کشور انگیزه دادن شهروندان به ایستادگی در برابر دشمن خواهد بود. مونږ څنګه خپل ولست انگیزه ورکو؟ مونږ څنګه داسې راپورونه خپارو کو چې خپل و د مونږ ولس دوست او دښمن وپیژني؟ هغه څوک چې د اسلام په نامه، هغه څوک چې د یو بل شي په نامه باندې دایما د مونږ ولس غولي، نور دا د مونږ ولس د دغه سول دښمنانو په څنګ کې ونه درېږي، بلکې د هغوی په مقابل کې ودرېږي. این در حالی است که چندی پیش قانون رسانه ها از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده است. اما با این هم دیده می شود که هنوز هم مشکلاتی در نشر و پخش برنامه های برخی از رسانه ها وجود دارد که باعث نگرانی فعالان رسانه ای شده است. این هم چند رویداد خبری جهان. جان کری وزیر خارجه آمریکا نسبت به موفقیت نسبی جدیدترین اجلاس بین المللی حل بحران سوریه در وین ابراز خوشبینی محتاطانه کرده است. آقای کری هنگام عزیمت به وین گفته است که در حال حاضر آمریکا از بهترین فرصت برای خاتمه دادن به بحران سوریه برخوردار است و می تواند با جنگی که بیش از 200 هزار نفر را کشته، میلیون ها تن دیگر را آواره کرده و سوریه را به ویرانی کشانده پایان دهد. اجلاس وین روز جمعه کار خود را آغاز می کند و دستور کار آن یافتن راه برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه است. آمریکا، روسیه، عربستان سعودی، ترکیه و چند کشور دیگر در این اجلاس شرکت دارند و برای نخستین بار از ایران نیز برای حضور در آن دعوت به عمل آمده است که این کشور در سطح وزیر خارجه در این نشست حضور خواهد داشت. کشورهای عضو ناتو درباره افزایش نیرو در امتداد مرزهای روسیه بحث می‌کنند. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که کشورهای عضو ناتو درباره افزایش نیروهای مستقر این پیمان در امتداد مرزهای روسیه با هم بحث و گفتگو می‌کنند. روزنامه از قول منابع نظامی و دیپلماتیک می‌گوید که یک پلان این است که چندین کندک نظامی در پولند و سه کشور منطقه بالتیک مستقر شود. این در حالی است که پس از آن که روسیه سال گذشته شبه جزیره کریمیا را با خود ملحق ساخت، کشورهای منطقه درباره اقدامات بعدی مسکو نگرانی دارند و از جانب دیگر افزایش تمرین‌های اردوی روسیه کشورهای همجوار را بیشتر نگران ساخته است.
سومین مناظره بین نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه چهارشنبه شب در ایالت کلرادو برگزار شد. بر اساس نتایج نظرسنجی مشترک روزنامه نیویورک تایمز و شبکه سی بی اس که پیش از مناظره چهارشنبه شب انجام شده، بن کارسون با 26% از بیشترین محبوبیت نزد رای دهندگان حزب جمهوری‌خواه برخوردار است. دونالد ترامپ، سرمایه‌دار ساکن نیویورک که از ماه جون تا کنون در صدر نظرسنجی‌ها قرار داشت، در این نظرسنجی با 22% در رتبه دوم قرار گرفته است. همزمان با برگزاری مناظره نامزدهای حزب جمهوری‌خواه، حدود 200 نفر در خارج از محل برگزاری این مناظره به تظاهرات پرداختند و خواستار تمرکز بر روی موضوعات همچون کنترل سلاح، نژادپرستی و امور مربوط به سربازان متقاعد آمریکایی شدند. اولین انتخابات ایالتی برای گزینش نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ماه نوامبر سال 2016 تا 3 ماه دیگر در ایالت آیووا برگزار خواهد شد. در پی 15 مورد آتش سوزی در مراکز اسکان پناهجویان در سوئد، اداره مهاجرت این کشور در نظر دارد از این پس از اعلام عمومی محل ساختمان‌هایی که برای اسکان پناهجویان در نظر گرفته می‌شوند خودداری کند. گفته می‌شود بسیاری از موارد حریق در مراکز اسکان پناهجویان که منجر به تخریب و یا غیر قابل استفاده شدن آنها شده عمدی بوده است و گفته مقامات رسمی سوئد در مجموع حدود 190 هزار پناهجو سال جاری وارد این کشور خواهند شد و به این ترتیب سوئد پس از آلمان دومین کشور میزبان پناهجویان در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود. رقابت‌های فوتبال با پیروزی منچستر سیتی دورتموند و شکست منچستر یونایتد با تساوی بارسلونا پیگیری شد. شیاطین سرخ که در اولترافورد از میدلزبرو پذیرایی کردند، در ضربات پنالتی تن به شکست دادند تا بعد از چلسی و آرسنال سومین تیم سرشناس باشند که از دور رقابت‌های جام حذفی کنار می‌روند. اما لیورپول موفق شد 1-0 بورنموث را شکست دهد. در یک از دیدارهای حساس منچستر سیتی موفق شد که در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه 5-1 برابر کریستال پلاس با پیروزی برسد. در ادامه رقابت‌های جام حذفی آلمان چند دیدار برگزار شد که در یک از دیدارها بورسیا دورتموند با پیروزی 7-1 مقابل پادربورن به مرحله بعدی رقابت‌های جام حذفی آلمان صعود کرد. در ادامه رقابت‌های جام حذفی اسپانیا بارسلونا برابر ویانونسه به میدان رفت و به تساوی بدون گل رسید. در ادامه رقابت‌های هفته دهم لیگ ایتالیا چند دیدار برگزار شد که در یک از دیدارها یوونتوس که در این فصل افت عجیبی داشته است در خانه ساسولو با یک گل شکست خورد. در دیگر دیدار شاگردان رودی گارسیا با ارائه یک نمایش درخشان میزبان راه پوش خود را به آسانی شکست دادند. روم برای ادامه صدرنشینی در رقابت‌های سری ای به مسافه اودنزه رفت و با نتیجه 3-1 به برتری رسید. میلان نیز که امیدوار است حداقل سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کند، در خانه با تک گل لوکا آنتونلی موفق شد کیوا را شکست دهد و با 3 امتیاز حساس این بازی برسد. ناپولی با دو گل ورونا را شکست داد تا همچنان در تعقیب روم باشد. این بود مجموعه خبری پنجوسی. بقیه وقتتون خوش. شب آرام داشته باشید.